با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 26 ماه عقرب سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. رایزنی رئیس جمهور غنی برای ایجاد هیئت ملی رایزنی درباره گفتگوهای سال. این بورد مشورتی در مورد موضوعات مهم صلح و موضوعات که در پروسه صلح مطرح میشن با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان مشوره خود بودن. ادامه عملیات نظامی در ولسوالی های مالستان و جوغوری ولایت غزنی. ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز جنرال صاحب یفتلی دغه عملیات رهبری کوي. احتمال پایین یافتن انتقال اطلاعات دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهندگان به بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقر انتخابات تا پایان همین هفته. بایومتریک ما در حدود 23 ولایت رکوردهایی که ثبت شدن از رای دهنده ها را وارد سیستم کردیم، وارد سرور کردیم. کمک امریکا برای 9000 خانواده بیجا شده در ولایت های هرات و بادغیس. با توافق حکومت یمن و شورشان حوثی برای پیشبرد گفتگوهای صلح. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور غنی برای فراگیر شدن روند گفتگوهای صلح یک هیئت ملی رایزنی را ایجاد خواهد کرد. در این حال محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی میگوید که در دیدار برای جمهور غنی از وی خواستند تا هیئت ایجاد نکند که کار آن موازی با کار شورای عالی صلح باشد. در دو روز گذشته سران جمعیت اسلامی عبدالرب رسول سیاف و نیز گلبدین حکمتیار برای جمهور غنی دیدارهای داشتند. رئیس جمهور غنی به این احزاب گفته است که کار این هیئت مشوره دهی به حکومت با شورای عالی صلح خواهد بود. گلبدین غبار گزارش میدهد. در روزهای اخیر رئیس جمهور با شماری از رهبران جهادی و چهره های پرنفوذ درباره چگونگی گفتگوهای صلح دیدارهایی داشته است. ظاهرا محور این دیدارها رایزنی درباره ایجاد یک هیئت ملی گفتگوهای صلح بوده است. سریعا گفتند که خوب است که کمیسیون شورای عالی صلح که از گذشته ها تقریبا چند سال است که کار شروع کردن، اینا لغو نشن و موازی برای خود شورای عالی صلح یک کمیسیون بزرگتر در سطح ولایت در داخل کابل وجود نیست، بلکه یک هیئت صلح ترتیب بشه که با مذاکره آغاز بشه و رئیس جمهور هم پذیرفت. رئیس جمهور در روزهای اخیر با عبدالرب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار نیز دیدارهایی داشته است. د حزب اسلامی محترم مشر د دې وړاندیز هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې یاد پلاوي ته باید بشپړ واک ورکړل شي تر څو دغه بهیر پر مخ بوزي، او ټینګار یې دا و چې د سولې په اړه باید واضح دریز غوره شي. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که روند صلح یک روند ملی است و نیاز به یک هیئت ملی دارد. تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود و جناب رئیس سلسله جلسات مشورتی را در مورد ترکیب و اعضای از این بورد آغاز کردن امرای اقشار مختلف تا بتانه این بورد مشورتی در مورد موضوعات مهم صلح و موضوعات که در پروسه صلح مطرح میشن با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان مشورای خود بتن. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دور دوم دیدارهایش را در منطقه به پایان رسانیده است و دوباره به کابل آمده است. مقام ها در ولایت غزنی میگویند که نیروهای دولتی در ولسوالی های جوغوری و مالستان پیشروی های بیشتر داشتند. به گفته این مقام ها امروز نیروهای دولتی در آن بخش این ولسوالی ها که با ولسوالی های دیگر هم مرز هستند عملیات های انجام دادند. در این حال امروز فرمانده ماموریت حمایت قاطع در زون جنوب شرق کشور نیز در سفرش به ولایت غزنی در پیوند با این عملیات ها با مقام های محلی دیدار کرده است. در این باره تمیم حمید گزارش میدهد.
محمد رضا و برادرانش بیش از 10 ساعت را راه پیمودند تا توانستند خانواده 20 نفریشان را از ولسوالی‌های مالستان و جاکوری به شهر غزنی برسانند. در اوضاعی که پس از روزها و شبها نبرد در زادگاهشان، اکنون از آرامش نسبی و دستیابی نیروهای دولتی به بخش‌های بیشتر در این ولسوالی خبر شده. کرای موتر را علی یک موتر کوچک مثلا می آورد 30000 40000 افغانی می آورد. فلان کجا کاست $1000 دار بست در بست می شد. از خانه قراری برش دیاردای می شد تمن دگا مال کلگی در خانه من دیگه در گواز من ده زوستای خل مسلوت پیلوت برک دی نه کرتی در نه خوراک در نه پوشاک در. به روز شنبه هیئت دیگر به شمول جنرال ریچارد جانسون، فرمانده حمایت قاطع در زون جنوب شرق به غزنی رسیدند تا چگونگی عملیات نیروهای دولتی را در جاغوری و مالستان به بررسی بگیرند. مقام ها در پایتخت از پیشروی نیروهای دولتی در این بخش ها سخن می گویند. ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز جنرال صاحب افتلی دغه عملیات رهبری کوي. عملیات تصفیوی هم از طریق زمین و هم از طریق هوا در حال اجراست. مساحاتی که تهدیداتی وجود داشت برطرف شده، اما هنوز ما و عملیات های ما در حال حاضر ادامه میدیم. به گفته مقام ها در غزنی، جنگ ها در مالستان و جاغوری پس از نبردها در ولسوالی اروزگان خاص ولایت اروزگان آغاز شدند. جاغوری و مالستان افزون بر اروزگان خاص با ولسوالی گیلان غزنی که ناامن دانسته می شود و نیز با ولسوالی خاک افغان زابل که از پایگاه های اصلی گروه های مسلح گوناگون شناخته شده است مرز دارند. در این میان از منطقه رسنه ولسوالی گیلان همچون اصلی ترین بخش نام برده می شود که طالبان از آنجا به جاغوری راه یافتند. این نیرویی که رفته می تانه که لانه های تروریست ها را در زابل و در نوار مرز گیلان و جاغوری و حتی در قره‌باغ نابود بکنه که دیگه ما برای همیشه مشکل تجاوز و لشکرکشی را به جاغوری نداشته باشیم. در بیش از یک دهه اخیر جاغوری از امن‌ترین بخش‌های مرکزی کشور بوده است و اینکه چی باعث شد طالبان بر این ولسوالی حمله کنند همچون پرسش مطرح است. در حالی که طالبان انگیزه این حمله‌شان را دخالت نیروهای مردمی جاغوری در جنگ‌های اروزگان خاص می‌گویند، مقام‌های محلی در غزنی در این باره دیده دیگر دارند. مخالفین مسلح در هر نقطه‌ای که موقعی مساعد ببینند و برخی از منافع خودشان در اوج نهفته باشه، اوج تحرکات نظامی و حملات انجام می‌دهند. جنگ ها در ولسوالی های اروزگان خاص، جاغوری و مالستان در حدود 5000 خانواده را بیجا ساختند. خانواده هایی که به چند ولایت به شمول پایتخت آواره شدند و برای امن شدن دوباره این ولسوالی ها و پس رفتن به خانه هایشان لحظه شماری دارند. رئیس بخش فناوری کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون اطلاعات دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهندگان 23 ولایت در بانک اطلاعاتی نهاد انتقال یافتند و تا پایان همین هفته اطلاعات تمامی این دستگاه ها انتقال خواهند یافت. در این حال معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کار بازشماری آرای 9 ولایت امروز به پایان خواهد رسید، اما شمار از ناظران احزاب و نهادهای ناظر از چگونگی روند بازشماری آرا انتقاد میکنند. مسعود انصار گزارش میدهد. اینجا در کابل کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و ناظران احزاب و نامزدان مشغول بازشماری آرای شماری از ولایت ها هستند. شماری از ناظران از چگونگی این روند انتقاد می کنند. بیزر چیلتایی که این بار نوشته میشه باید بر ما داده شود. یگانه خواست ناظرین است و تا کنون ما دای موفق نشدیم. وقت چکلیز دور سرش بگذره و 50% بر ما و تا 40% از او بازم امو فساد است، امو دست خوردگی خواه داشتن. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شکایت های ناظران شنیده خواهد شد. تا تاریخ 2 قوس که ما تحاصل بردیم، انشاءالله ما بیشتر از ولایت نتایج قسمی ابتدایش اعلام خواهیم کرد. در همین حال رئیس بخش فناوری کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا اکنون اطلاعات دستگاه های 23 ولایت به سیستم مرکزی انتقال یافتند که در حدود 1.3 میلیون میشوند. این پروسه روان است، روزانه جریان داره. انشاءالله تعالی توقع داریم تا آخر هفته را تکمیل شد. با این همه تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است در باره زمان و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی تصمیم بگیرد.
رئیس مجلس نمایندگان میگوید که صلح با تضرر به دست نمیاد و حکومت افغانستان باید طالبان را با فشار نظامی ناگزیر به صلح بسازد. رئیس مجلس نمایندگان هشدار میدهد که اگر حکومت به اوضاع رسیدگی نکند احتمال دارد که شهروندان کشور از حکومت رو گردانند. در این حال شورای عالی صلح از آنچه که پیشرفت‌ها در روند صلح میگوید خوشبین است. در این باره هم مسعود انصار گزارش دارد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید که صلح با تضرع به دست نمیآید و حکومت باید از فشارهای نظامی برای برقراری صلح کار گیرد. دولت مکلفیت دارد در دفاع از جان، مال، ننگ، ناموس و حاکمیت ملی مردم افغانستان. این گونه برخورد ای عواقبش جدا خطرناک است. خدای ناخواسته و ناخواسته مردم به حکومت پشت نگرداند. در همین حال شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان از آنچه آنان بی‌پروایی حکومت در تامین امنیت میگویند انتقاد میکنند. امروز نه در قصه مهاجر کسی است، نه در قصه کسانی که در اوج شهید شدن از اردو و پلیس ما هستند، نه پرسان و بازخواست از او را کسی میکنه. هیله کوم دا سیاسی نو څخه چې دا قومونه نور په جنگ ما اچوي، کوشش وکړي چې خپل هغه هدفونه چې غلط لري په فکرونو کې په خپل کورو کې پلی کوي. با این همه شهروندان کشور انتظار دارند که نبردها و تلفات غیر نظامیان و نیروهای دولتی کاهش یابند و روند گفتگوها برای تامین صلح در کشور نتایج خوبی در بر داشته باشند. آمریکا برای 9000 خانواده بیجا شده در ولایت‌های هرات و بادغیس مواد اولیه کمک کرد. سفیر آمریکا در کابل در سفرش به ولایت هرات میگوید که واشنگتن در سال روان ارزش بیشتر از 220 میلیون دلار با بیجا شدگان داخلی در افغانستان کمک کرده است. در همین حال سازمان جهانی مهاجرت از وضعیت بد بیجا شدگان داخلی در غرب افغانستان نگران است. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. کمک 1 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا برای بیش از 9000 خانواده بیجا شده در ولایت های هرات و بادغیس. این بخش افغانستان خشکسالی سخت را پشت سر گذاشتانده است که خانواده های زیاد را بیجا ساخته است و این خانواده ها تا رسیدن زمستان به سرپناه، غذا و حمایت نیاز دارند. این البته بخش عمده تاثیرات جنگ کنونی است. امیدوار هستیم که ایالات متحده آمریکا و سایر دوستان افغانستان در مناطق مختلف به شمول ولایت بادغیس و ولایت غور که خانواده ها اکثرا از این مناطق هستند بتانند در مناطق اصلیشان خصوصا با آمدن بهار کمک های زیادتر انکشافی بکنند تا این خانواده ها برند. احتمال زیاد در بین افراد و اشخاصی که در داخل کمپ هستند، گروه های دشت افکن که دائم به ضد بشر کار میکنند، به ضد انسان ها کار میکنند، به ضد بازسازی و نوسازی و ضد وحدت ملی در افغانستان کار میکنند، احتمال دارند نمایندگان خود جابجا کنند یا حملات را به شکل مخفیانه داشته باشند و از این آیه هم ما نگران هستیم. در همین حال سازمان جهانی مهاجرت نگران وضعیت بیجا شده ها در غرب افغانستان است. اکثریت اینا به سرپناه هستند و در خیمه ها زندگی میکنند. یکی از ضرورت های بسیار جدی اینا سرپناه هست. بر اساس آمار مقام های محلی هرات در جریان یک سال اخیر بیش از 20000 خانواده به علت جنگ و خشکسالی از ولایت های بادغیس، غور و فاریاب به این ولایت بیجا شدند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. سازمان ملل میگوید که حکومت یمن و شورشان حوثی بر پیشبرد گفتگوهای صلح توافق کردند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن میگوید که حکومت یمن و شورشان حوثی توافق کردند که برای پایان دادن به نبردها در این کشور در سویدن با هم دیدار کنند. این در حال است که سازمان ملل وضع یمن را بسیار بی‌ثبات و شکننده میگوید. در حالی که نبردهای سنگین در بخش‌های گوناگون یمن به ویژه بندر حدیده ادامه دارند، سازمان ملل متحد از نتیجه گرفتن تلاش‌ها برای کشانیدن طرف‌های درگیر به میز گفتگوها سخن می‌گوید. من از اعلامیه رئیس جمهور هادی درباره حرکت سریع به سوی یک راه حل سیاسی استقبال میکنم. از رابطه هایم در سنها خبر گرفتم که انصار الله نیز به این مسئله متعهد است.
می خواهم که این مسئله را به طرف های درگیر اطلاع دهم و گفتگوها در سویدن انجام خواهند شد. اما این روزها وضع یمن چگونه است؟ مسئول اجرایی برنامه خوراکی جهان که هفته گذشته به یمن سفر کرده بود، وضع غیر نظامیان را در این کشور وحشتناک می گوید. آنچه که من در این هفته در یمن دیدم، کابوس، وحشت، محرومیت و بدبختی است. کشوری که 28 یا 29 میلیون جمعیت دارد برای سالها رنج برده است و برخی ها می گویند که اکنون در آستانه فاجعه قرار دارد. واقعا دچار فاجعه شده است. در این کار تمامی ما ملامت هستیم. این در حال است که بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد از سال 2015 میلادی به این سو بیش از 10,000 غیر نظامی در یمن کشته شدند. و اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA به این نتیجه رسیده است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده بود. با گزارش نیویورک تایمز CIA دریافته است که محمد بن سلمان بر عربستان سعودی چنان تسلط دارد که به اجازه او امکان نداشت این خبرنگار کشته شود. در جریان اعتراض‌های رانندگان در فرانسه در برابر افزایش بهای مواد سوخت، یک معترض کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشته است. بهای دیزل که پرکاربردترین سوخت موترها در فرانسه است، 23% افزایش یافته و به 1.51 یورو در هر لیتر رسیده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون می‌شود. باید ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. افغانستان امسال در شاخص پرداخت مالیه بانک جهانی در جایگاه بهتر قرار گرفته است. در بررسی امسال بانک جهانی که در 190 کشور انجام شده است، افغانستان با آوردن اصلاحات در بخش مالیاتی توانسته است در رده 177 قرار گیرد. اما شمار از آگاهان اقتصاد میگوید که اکنون هم به علت نبود آگاهی از پرداخت مالیه و بستر مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، مشکلات در این بخش وجود دارند. زبی جهانمل گزارش میدهد. در گزارش اخیر بانک جهانی که زیر نام انجام بازرگانی در 190 کشور جهان انجام شده است، در شاخص پرداخت مالیه افغانستان به پیشرفت های دست یافته است. رئیس واحد وزارت مالیه میگوید که به هدف ایجاد سهولت ها در این بخش شرایط پرداخت مالیه دهی بهتر شده است و برای جلوگیری از فساد اداری در این روند تا 2 ماه دیگر مراکز ویژه ارائه خدمات به مالیه دهندگان ایجاد خواهند شد. جرایم ما تقریبا 50% ساختیم، یعنی 50% کم شده در مقایسه با سالهای قبلی یا قوانین قبلی، و سهولتهای بیشتر ما روی دست داریم که پروسه را بیشتر الکترونیکی بسازیم. کال سنتر ما یعنی ایجاد شده که شمارش 1000 است. مردم میتونن از سر تا سر کشور در هر جایی که باشند پیام خود، شکایتهای خود به ما برسانند. شماره از آگاهان اقتصاد میگویند نیاز است به هدف برقی سازی کل روند پرداخت مالیه دهی و آگاهی دهی برای مردم از بهره جلوگیری فرار مالیاتی و جرایم مالیاتی برنامه های عملی شوند. افغانستان به طرف به اصطلاح قادر شدن به مالیه جمع کردن و مالیه را در کشور خود ترویج کردن گام های خوبی برداشته، اما تا هنوز هم ما در جایگاه نیستیم که در کشور در جایهایی که ما عواید داریم بالای اونها ما مالیه را وضع کرده باشیم و او مالیه را ما به شکل قانونی و طور شاید و باید به دست آورده باشیم. این در حال است که وزارت مالیه برای گردآوری بدیهی های مالیاتی 95% جرایم مالیاتی را معاف ساخت که با این کار صدها مالیه دهنده مالیاتشان را که از سالها نپرداخته بودند به حکومت پرداخت. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 30 پول،
یک درهم امارات 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکنه. آقای ملک خوش اومدید. سپاسگزار هستیم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار دوستانه مغلوب باشگاه آنتالیا اسپور ترکیه شد. ملی پوشان فوتبال کشور که از 5 روز قبل یک بردگاه تمرینی را در شهر آنتالیای ترکیه برپا کردند، عصر امروز در نخستین بازی تدارکاتی خود به مسافه باشگاه لیگ برتر آنتالیا اسپور ترکیه رفتند و در پایان منشای 1-0 مغلوب این تیم شدند. تیم ملی فوتبال کشور در دقایق پایانی نیمه نخست در حال روی یک ضربه ارسالی کارنر دروازه اش باز شد که بارش شدید باران کار هر دو تیم را دشوار ساخته بود. رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کانگفوی کشور امروز در کابل آغاز شد. در این پیکارها ورزشکاران 28 ولایت کشور شرکت نموده است. قرار است در پایان این پیکارها 38 چهره برتر به تیم ملی دعوت شوند. رقابت‌های گزینشی تیم منتخب وشوی بزرگسالان شهر کابل امروز آغاز شد. در این پیکارها 5 روزه 564 ورزشکار از باشگاه‌های مختلف ولایت کابل شرکت نموده است. قرار است در پایان این مسابقات نزدیک به 80 ورزشکار در دو بخش جواز حضور در تیم منتخب کابل را به دست بیاورند. دهمین دور رقابت‌های گزینشی وشوی بزرگسالان کابل امروز در ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور آغاز شد. در این پیکارها 564 ورزشکار در دو بخش مبارزه و اجرای خرم در 11 وزن برای 5 روز با هم رقابت میکند. بهترین ها از اینا در کسانی که انتخاب میشن مقام اول دومش در مسابقات تیم ملی بزرگسالای کشور که انقریب دایر میشه در شهر کابل از تمام ولایت در اون مسابقات اشتراک میکنن. مسابقاتی که برای ما بسیار تجربه خوب میشه، مسابقات رو بگیرن برای ما. خوشبختانه سفرهای پیش روی داریم و به خاطر اشتراک در سفرهای خارجی مجبور هستیم که فدراسیون مقام فدراسیون وشو مجبور است که دوباره انتخاب بکنه تیم ملی را و اشتراک بکنیم در مسابقات بیرون مرزی. قرار است در پایان این پیکارها 44 ورزشکار در بخش مبارزه و 30 ورزشکار در بخش اجرای فرم از سوی کادر فنی برگزارین رقابت‌ها به تیم منتخب شهر کابل برگزیده شود. ما در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.